درود بر همراهان همیشگی، من سوگند هستم، گوینده و محقق کانال مرز شکن. پیش از تماشای ویدیو باید یادآوری کنم، ما تصمیم گرفتیم به محض 30,000 تایی شدن کانال، به قید قرعه به 5 نفر از شما عزیزان، جمعاً مبلغ $500 آمریکا و 10 کتاب نفیس و ارزشمند به عنوان هدیه تقدیم کنیم. برای شرکت در این قرعه کشی فقط کافی است ویدیوهای مرز شکن را لایک کنید و ایده های خود را برای ما کامنت کنید. در 14 آگوست سال 2003 یک نقص فنی کوچک باعث قطعی برق بزرگی شد و بیش از 50 میلیون نفر را در شمال شرقی ایالات متحده و کانادا در تاریکی فرو برد. این حادثه که یکی از مهمترین رویدادهای قطعی برق بود، در برخی مناطق تا 2 روز زندگی مردم را مختل کرد و بیش از 10 میلیارد دلار ضرر اقتصادی به آمریکای شمالی وارد کرد. حال اگر چنین اتفاقی در مقیاس بزرگتر و حتی جهانی رخ دهد، می توانید تصور کنید که چه فاجعه عظیمی به بار می آورد. شاید تصور وقوع چنین حادثه هولناکی در ابتدا برایتان دشوار و یا حتی غیر ممکن باشد. اما اجازه دهید رو راست باشم و بگویم که اگر اینطور فکر می کنید سخت در اشتباهید. زیرا با توجه به اطلاعات عجیب و وحشتناکی که اخیراً منتشر شدند، به نظر می رسد که زمین در آستانه یک فاجعه عظیم آخر زمانی قرار دارد. تا کنون از خود پرسیدید که چرا میلیاردرهای بزرگ دنیا همگی یا یک جزیره دورافتاده را خریداری کردند یا یک پناهگاه زیرزمینی مجهز و بسیار پیشرفته ساختند که میلیون‌ها دلار برایشان هزینه داشته؟ واقعاً بعید به نظر می رسد میلیاردرهایی که ابر سازمان‌های جهانی را هدایت می کنند و درصد عظیمی از پول جهانی را تحت کنترل دارند دیوانه شده باشند. میلیاردرهای برجسته‌ای همچون بیل گیتس، ایلان ماسک، مارک زاکربرگ، لری الیسن، ریچارد برانسون از جمله کسانی هستند که به صراحت اعلام کردند همگی پناهگاه‌های زیرزمینی را بنا نهادند تا در مواقع ضروری از آنها استفاده کنند. البته نه تنها این افراد، بلکه رؤسای جمهور و رهبران تمامی کشورها پناهگاه‌های غیرقابل نفوذی را در اختیار دارند که فقط اطلاعات مربوط به موقعیت مکانی آنها را محرمانه نگه داشتند. اگرچه ممکن است ساخت این پناهگاه‌های وسیع دلایل مختلفی از جمله جنگ و درگیری‌های سیاسی داشته باشد، اما بزرگترین و مهمترین دلیل وقوع حوادث طبیعی و بسیار گسترده‌ای است که به طور قطعی نمی‌توان از زمان وقوع آنها مطلع شد. حوادثی مانند برخورد شهاب سنگ، سیل، طوفان و زمین‌لرزه‌های عمیق، ولی ما بین تمامی این حوادث، طوفان‌های خورشیدی مخربترین هستند که ممکن است بسیار غیر منتظره و ناگهانی رخ دهند و شدت تخریب آنها کاملاً غیر قابل پیشبینی پیش می رود. طوفان‌های خورشیدی پدیده‌های طبیعی و قدرتمندی هستند که همانطور که از نامشان پیداست، از خورشید نشأت می‌گیرند و می‌توانند تأثیر بسزایی بر روی زمین بگذارند. در واقع طوفان‌های خورشیدی انفجارهای عظیمی از انرژی هستند که ذرات باردار، میدان‌های مغناطیسی و تابش شدیدی را از خود منتشر می‌کنند. طوفان‌های خورشیدی بسیار پرقدرت شکل می‌گیرند و انفجار و آزادسازی انرژی هر یک از آنها ممکن است میلیاردها برابر بیشتر از انفجار یک بمب اتمی باشد. بدتر از آن، در برخی موارد ممکن است وقوع طوفان‌ها بسیار ناگهانی رخ دهد. به همین علت پیش‌بینی آنها تقریباً غیر ممکن است. ولی خبر بدتر این است که طوفان‌های خورشیدی تنها فاجعه‌ای هستند که نمی‌توان آنها را کنترل کرد و در حال حاضر هیچ راهی برای کنترل یا منحرف کردن آنها وجود ندارد و همین است که اوضاع را سخت‌تر می‌کند.
طوفان خورشیدی باعث قطعی برق می شود، زیرا امواج الکترومغناطیسی و ذرات بارداری که از سطح خورشید جدا شده و به زمین می رسند، می توانند با زمین و شبکه های برق تداخل ایجاد کنند و تجهیزات الکتریکی را خراب کنند. در واقع با آزاد شدن انرژی طوفان خورشیدی، جریان های الکتریکی در نواحی قطبی زمین افزایش می یابند که همین اتفاق باعث قطعی برق و از کار افتادن تمامی تجهیزات الکتریکی و حتی نابودی سیستم‌های مخابراتی می‌شود، خصوصاً در مناطقی که شبکه برق ضعیف است. در این مناطق طوفان خورشیدی مشکلات بیشتری ایجاد می‌کند. با این حال آنچه که مهم است بدانید این است که در حال حاضر زمین در معرض خطر یک طوفان خورشیدی عظیم قرار دارد که می‌تواند فاجعه‌ای بزرگ را به ارمغان بیاورد. به تازگی دانشمندان پیش بینی کردند که در سال 2024 یا 2025 یک طوفان خورشیدی آخرالزمانی در راه است و به قدر این پدیده قدرتمند است که می تواند این جهان وابسته به تکنولوژی و فناوری زمینی را به هرج و مرج فرو برد و شاید حتی انسانها را به قرون وسطا بازگرداند. با وقوع این پدیده در اولین قدم به محض انفجار طوفان، تمامی ماهواره‌ها نابود می‌شوند و سیستم‌های GPS و رادیو از کار می‌افتند و سیستم‌های صوتی و تصویری خاموش می‌شوند. سپس وسایل نقلیه، آسانسورها، تلفن‌ها، تلویزیون، کامپیوتر، لپتاپ و از همه مهمتر اینترنت و هر آنچه که به آسان‌تر شدن ارتباطات در جامعه مدرن کمک می‌کند، دچار اختلالی گسترده می‌شوند و ستون فقرات این جامعه مدرن را در هم می‌شکنند. اما متأسفانه اثرات طوفان خورشیدی فراتر از نابودی ارتباطات است و تمامی تجهیزات زمین را تحت تأثیر قرار می‌دهد. شبکه‌های برقی که روشنایی شهرها و صنایع ضروری و مهمی از جمله شرکت‌های مواد غذایی و سیستم بانکداری را تامین می‌کنند، ناگهان خاموش و متوقف می‌شوند و سیستم انتقال برق که تحمل مقابله با موج انرژی طوفان خورشیدی را ندارد، به طور انبوه از کار می‌افتند و تمام دنیا را در تاریکی فرو می‌برند. در ابتدا احتمالاً مقامات سعی می‌کنند آب و غذای مردم خود را تهیه و توزیع کنند، اما این روش مقابله با قطعی برق از سوی مقامات فقط در صورتی است که قطعی برق نهایتاً چند روز زمان ببرد، ولی ممکن است برای هفته ها، ماه ها و یا حتی سال ها برقی وجود نداشته باشد. در نتیجه به مرور سیستم های تامین آب که برای کار نیازمند پمپ هستند به دلیل نبود برق پشتیبان از کار می افتند و حفظ غذا و دارو نیز متوقف می شود. در این نقطه است که هرج و مرجی بزرگتر از هر آنچه که در فیلم های هالیوودی مشاهده کردید رخ می دهد و شما با چشمان خود می‌بینید که انسان‌ها چگونه برای بقای خود می‌جنگند. ممکن است اکنون تصور کنید این واقعه یکی از آن پیش‌بینی‌های آخرالزمانی و پایان جهان است که هرگز اتفاق نخواهد افتاد. اما موضوع دلهره‌آور همینجاست که این اتفاق نه فقط یک بار، بلکه بارها و بارها در تاریخ بشری به وقوع پیوسته. پس ممکن است مجدداً نیز تکرار شود. برای مثال یکی از بزرگترین آنها در سال 1859 رخ داد که البته تأثیر چندانی بر زندگی مردم نداشت، زیرا در آن سالها زندگی ها مانند امروز ماشینی نبود و مردم متکی به مزارع و دامهای خود بودند. در همین چند سال پیش و در سال 2012 نیز که همه انتظار پایان جهان را می کشیدند، در واقع یک طوفان خورشیدی بسیار خطرناک در راه بود که می توانست پایان جهان را رقم بزند، ولی خوشبختانه این طوفان مسیرش را از سمت زمین منحرف کرد و در نتیجه زمین از آن جان سالم به در برد. باید گفت که انسان‌ها به معنای واقعی کلمه شانس آوردند که در آن سال طوفان به زمین برخورد نکرد. زیرا اگر آن طوفان فقط و فقط 9 روز دیرتر اتفاق می‌افتاد، واقعاً حتی مشخص نبود که نسل بشر ادامه پیدا می‌کرد یا خیر. با این حال آنچه لازم است به آن توجه داشته باشیم این است که یکی از فاجعه‌بارترین طوفان‌های خورشیدی طول تاریخ
تا سال 2025 رخ می دهد، زیرا در حال حاضر خورشید در اوج چرخه 11 ساله خود قرار دارد و احتمال وقوع طوفان‌های خورشیدی شدید در سال 2024 تا 2025 بیشتر است. ولی این بدان معنا نیست که این طوفان‌ها فقط یک بار در سال رخ می دهند و ممکن است در طول سال چندین بار به وقوع بپیوندند. تعداد و شدت طوفان‌های خورشیدی در طول چرخه خورشیدی متفاوت است و در حال حاضر زمین در معرض شدیدترین فعالیت خورشیدی قرار گرفته که این فعالیت شدید ممکن است باعث شود طوفانی بزرگ و مخرب ایجاد شود. دانشمندان برآورد کردند که وسعت طوفان خورشیدی 2024 بسیار وسیع خواهد بود و می تواند شهرها را به میدان جنگ تبدیل کند. در واقع اگر اکنون در 200 سال پیش زندگی می کردیم، احتمالاً اصلاً کسی درک نمی کرد که قطعی برق چیست، زیرا همه مزرعه دار بودند. اما اکنون زندگی های ماشینی و ساختمان نشینی باعث شده تا انسان ها نحوه زندگی درست را فراموش کنند. اگر فقط یک هفته برقی وجود نداشته باشد، سردرگمی مردم به وحشتی بی امان تبدیل شده و به فروشگاه های مواد غذایی هجوم می برند و بر سر یک قوطی کنسرو و یک بطری آب قصد جان یکدیگر را می کنند. بدون برق ساختمان‌ها شبیه به تابوت‌های مرگی هستند که اجساد فلزی بی استفاده‌ای مانند تلویزیون و یخچال را در خود جای دادند. آب طلا می‌شود، غذا الماس می‌شود. مردم برای حفاظت در برابر سرما هر چه را که بیابند می‌سوزانند. نه آتش نشانی، نه آمبولانس و نه هیچ بیمارستانی وجود نخواهد داشت. دولت‌ها سقوط خواهند کرد و جنگ سالاران از طریق ایجاد ترس حکومت خواهند کرد. قانونی وجود نخواهد داشت. گرسنگی بی امان همچون تا اون به جان مردم خواهد افتاد. به بیان بهتر، بشریت ناگهان قرنها به عقب باز می گردد و از عصر تکنولوژی وارد عصر تاریکی می شود. این جهانی آخرالزمانی شبیه به توصیف‌های کتاب مقدس خواهد بود. این یک ریستارت جدید برای جهانی جدید خواهد بود.